سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ همینطور که دفعه قبلی یادتون بود من براتون کلی قصه خونده بودم، حالا میخوام براتون قصه های جدیدی بخونم. اما قبلش لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و من توی کانالم یه بازی هایی هم میذارم، لطفاً اونا رو هم لایک کنید. خب ما قصه جدید رو میریم. دیو و دوست. غیر از خدا هیچ کس نبود. روز و روزگاری مردی پارسا به بازار شهر رفت و گاوی خرید و به سوی خانه اش روان شد. بچه ها پارسا یعنی زاهد، کسی که از گناه دوری کند و زندگیش را به عبادت خداوند بگذرانند. گاو درشت و چالاک بود، برای همین میان راه دزدی هوس کرد آن را صاحب شود. این بود که سایه به سایه مرد پارسا به راه افتاد. هنوز مدتی از این وضع نگذشته بود که دزد یک نفر را دید که شانه به شانه او می آید. از اینکه ناگهان او را دیده بود تعجب کرد و پرسید: تو کنار من چه می کنی؟ او گفت: من دیوم، خودم را به صورت آدم درآوردم تا هر جا که شده این مرد پارسا را بکشم. دیو یعنی موجودی خیالی با هیکلی بزرگ و شاخ بلند و دم. تو برای چی به دنبال این مرد می روی؟ کار من دزدی و راهزنی است. گاو این مرد چشم مرا گرفته، تا صاحب آن گاو نشوم آرام نمیگیرم. دیو گفت: پس هر دو با این مرد پارسا کار داریم، ولی یکی برای کشتن او و یکی برای بردن گاو او. دوست گفت: پس تا هر دو به آنچه که میخواستیم نرسیده ایم، دوست و همراهیم. مرد خدا از پیش و دیو و دوز به دنبال او رفتند تا به خانهش رسیدند. وقتی به آنجا رسیدند دیگر شب شده بود. مرد پارسا گاو را به طویله برد. آب و علفی برایش گذاشت و جای او را تمیز و پاکیزه کرد و به اتاق رفت تا بخوابد. در این وقت دیو و دزد داخل خانه رفتند، ولی پیش از آنکه کارشان را شروع کنند، دزد با خودش گفت: اگر زودتر از آنکه من گاو را ببرم مرد زاهد بیدار شود چه؟ از کجا معلوم که دیو بتواند او را بکشد؟ دیو با خودش گفت: اگر پیش از آنکه من مرد پارسا را بکشم با سر و صداهای دوست که میخواهد گاو را از خانه بیرون ببرد مرد از خواب بیدار شود چه؟ از کجا معلوم که دزد بتواند بی سر و صدا گاو را ببرد؟ دیو و دزد این فکرها را با خودشان کردند که دزد گفت: گوش کن رفیق، بهتر است من اول گاو را ببرم، بعد تو مرد پارسا را بکشی. این کار به عقل نزدیکتر است.
می ترسم که تو کاری دست من بدهی. دیو گفت اشتباه نکن، کار من به عقل نزدیکتر است. اگر من اول مرد پارسا را بکشم، تو راحت تر می توانی گاوه او را بدزدی. دزد گفت ولی من اول این مرد و گاوش را دیدم. دیو گفت ولی تو به دنبال گاو او روان شدی، من خودش را میخواستم. پس بهتر است من اول کارم را شروع کنم. دوست گفت تو دیوی و نمیفهمی، میخواهی کاری کنم تا از آدم کشی پشیمان شوی؟ دیو گفت تو دزدی و نمیدانی، میخواهی کاری بکنم که آن گاو را در خواب هم نبینی؟ دزد رو به اتاق مرد زاهد فریاد کشید بلند شو ای مرد، چه نشسته ای که دیوی قصد جان تو را کرده؟ دیو هم بلندتر از دزد فریاد کشید بیدار شو ای مرد، چه خوابیده ای که دزدی برای بردن گاو تو آمده؟ با این سر و صداها مرد زاهد از خواب بیدار شد، فریاد زد و از همسایگان کمک خواست. همسایه ها با چوب و سنگ و هرچه در دست داشتند به دیو و دزد حمله کردند. دیو و دزد دیگر جای ماندن ندیدند و پا به فرار گذاشتند. یکی از همسایه ها پرسید ای مرد خدا، چه شد که از آمدن دیو و دزد به خانه از خبردار شدی؟ مرد پارسا گفت من بی خبر بودم، خودشان به جان هم افتادند و جان و دارای من در امان ماند. دعوای آنها برای من خیر و خوبی به همراه داشت. به هر حال عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عدو یعنی دشمن. اگر کسی بر اثر درگیری یا دعوای دشمنانش از رنج و گرفتاری نجات پیدا کند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود. امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید ویدیوهای منو، سابسکرایب هم بشید. خدا حافظ.